در آغاز هر نامه نام خداست که به نام او نامه یک سر خطاست عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سنف هفتم خوش آمدید دو سال به جلسه دوازدهم درس شیرین و دلچسب زبان و ادبیات دری دوستان عزیز در جلسه جدید در دو قسمت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود در بخش اول در مورد روخنویسی و شیوه نگارش ای قالب نگارشی برایتان صحبت میکنیم و در ادامه بخش در حوزه دستور زبان مروری میکنیم بر اسم عام و اسم خاص دوستان عزیز کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید دو نو دو دوستان عزیز و گرامی به جلسه جدید خوش آمدید خب شاگردای عزیز قبل از اینکه وارد جلسه جدید شویم کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور میکنیم در جلسه قبل برای شما گفته بودیم که کار خانگی جلسه قبل دوستان اسم و صفت را در جملات زیر مشخص کنید و به پرسش ها پاسخ مناسب دهید خب در جلسه قبل در مورد اسم و صفت دوستان صحبت کردیم تعریف کردیم مرور کردیم در جلسات اولیه در واقع صنف هفتم برای شما اسم را تعریف کردیم صفت را هم تعریف کردیم گفتیم اسم چیست اسم کلمه ای است که برای نامیدن یک شی برای نامیدن یک شخص یا برای نامیدن چیزهایی استفاده می شود هدف از آوردن اسم چیه دوستان است که وقتی ما اسم را می آوریم یک اسم را از اسم دیگر یک شخص را از شخص دیگر یک چیز را از چیز دیگر تفکیک کنیم جدا کنیم و گفتیم صفت صفت کلمه ای است که برای توضیح اسم قبل خود به کار گرفته می شود هر زمانی که شما بخواید رنگ را بخواید بو را بخواید مزه را بخواید اندازه را در مورد یک اسمی در مورد یک موصوفی استفاده بکنید توضیح بیشتر در مورد او بدهید می شود صفت خب گفتیم اسمی که صفت ده او برمیگشت تحت عنوان موصوف از او یاد میشد حالی برمیگردیم وارد جملات خود می شویم پرسش ها می شویم ابتدا به لحاظ دستور زبان دوستان او را توضیح می دهیم اعضایش را مشخص می کنیم و بعد جواب مناسب برای پرسش ها می دهیم خب <تص> سوال اول میگوید دین مقدس اسلام اسراف را چگونه عملی میداند خب کلمات زیرش خط کشیده شده نگاه کنید دوستان کلمه اول دین است دین را میخوایم نگاه کنیم که دو مقوله داشتیم دوستان یا اسم داشتیم و یا هم صفت داشتیم خب نگاه میکنیم که کلمه دین چیست کلمه دین اسم است دوستان کلمه دین اسم است خب حالی مقدس چی؟ مقدس هم در کلمه دین میگردد. دوستان نگاه کنید خب مقدس در کلمه دین برمیگردد و توضیح بیشتر کلمه دین است پس میشه چی دوستان؟ پس کلمه مقدس چون توضیح بیشتر اسم قبل خود میباشد میشود صفت خب چی میگویم؟ دین مقدس اسلام اسلام نگاه کنید دوستان دین مقدس اسلام. اسلام باز هم چیه دوستان یک اسم است یک اسم خب میگوین اسراف چگونه عملی میداند اسراف اسم از یا صفت آفرین احسن کلمه اسراف میشود باز اسم خب دوستان نگاه کنید پس کلمه اسراف هم شد چی دوستان شد باز هم اسم خب میریم نگاه میکنیم وارد جوابی سوال میگوید که دین مقدس اسلام اسراف را چگونه عملی میداند خب در جلسه قد در مورد اسراف به صورت کاملا مبسود کامل جامع برای شما توضیح دادیم گفتیم که از نظر دین مقدس اسلام یکی از صفتهای ناپسند یکی از کارهای ناشایستی که انسانها میتوانند انجام دهد اسراف کردن است اسراف یعنی چی دوستان یعنی استفاده نابجا و نادرست از نعمتهای الهی اسلام این کار را بسیار زشت میداند ناپسند میشمارد و حتی کسانی را که اسراف میکنند در زمره برادران شیطان از او یاد میکنن یعنی کسانی که در واقع هم ردیف و هم قدم با شیطان میشن ای اسرافکاران است ای در واقع صفت اصرافکاران است که دین مقدس اسلام در موردش این گونه نظر میدهد سوال بعدی میگوید در واره استفاده بیجا از برق چه نظری دارید؟ خب کلماتی که خط کشیده شده دوستان یک کلمه بیجا کلمه بیجا چه دوستان؟ کلمه به البته اگر چه خب کلمه استفاده هم میتواند باشه درسته؟ به اگر نگاه بکنیم استفاده نقشش میشود چی دوستان؟ میشود اسم که در واقع یکی اسم است بجا توضیح بیشتری است که دیگر دوستان تفسیر بیشتر یا توضیح بیشتری در مورد چیه؟ در مورد کلمه استفاده است پس بجا جا میشود چی دوستان؟ میشود صفت صفتی است که نشان دهنده چیست نادرستی نوع استفاده است خب از برق کلمه برق اسم است یا صفت مشخص است کلمه برق یک اسم است درباره استفاده بجا از برق چه نظری دارید خب نظرتون چیه شاگردای عزیز در مورد استفاده نادرست، ناسعی از برق است. خب میگویم که اگر برق این نعمت الهی را همه در موردش اصراف نکنیم به اندازه و به اندازه استفاده بکنیم همه مردم در نقاط مختلف جهان از این نعمت الهی بهرمند می شوند. اگر استفاده نادرست کنیم اگر استفاده بجا کنیم از این نعمت الهی چی می شود؟ باعث می شود بسیاری از مردم که در نقاط مختلف در در این نعمت بسیار بسیار مهم و ارزنده نیازمند هستند و دسترسی ندارن از این نعمت الهی محروم شوند خب سوال آخر میگوید که اگر ما هر چیزی را به قدر ضرورت مصرف کنیم چه اتفاقی میافتد؟ خب اول نگاه میکنیم اجزایش کلمه ما اسم است صفت است مشخص است کلمه ما زمیر است زمیر هم میگوییم که جای چی منشیند دوستان زمیر همیشه جای کلمه ای اسم می نشیند هدف از آوردن زمیر چیه؟ ای که ما می خواهیم جلوگیری کنیم از تکرار یک اسم از کلمه زمیر استفاده می کنیم خب هر چیز را به قدر ضرورت قدر باز همیشه چی دوستان؟ اسم ضرورت چیست؟ ضرورت مشخص است ضرورت بیان کننده چیه دوستان؟ بیان کننده حالت قدر است پس ضرورت بر میگرده در قد چون توضیح بیشتر کلمه قدر است نقشش میشود صفت اگرش دوستان گفتیم که هر زمانی که یک صفتی آمد اسم قبل خود را توضیح بیشتر داد تحت عنوان چی از یاد میکنیم؟ موصوف هم یاد میکنیم یعنی در واقع کلمه قدر دوستان چی؟ موصوف هم هست از نظر نقشی یا مثلا نگاه میکنی کلمه استفاده برای بجا میشود باز موصوف کلمه دین برای مقدس باز هم میشود موصوف که در واقع کلمه است که صفت حالت او را بیان میکند خالی گفتیم اگر ما هر چیز را به قدر ضرورت استفاده کنیم چه اتفاق می میفتد خب جواب سوال چه میشود شاگرد عزیز آفرین اگر همه انسان ها از نعمت های الهی به اندازه بجا استفاده کنند این باعث می شود که نعمت ها در ما بین همه انسان ها به اندازه کفایت موجود باشد هر کس به اندازه ای که نیاز دارد به اندازه ای که ضرورت دارد از این نعمت استفاده کند این باعث می شود که همه انسان ها از نعمت های الهی برخوردار شوند و دیگر هیچ انسانی بر روی کره زمین موجود نباشد که از هیچ نعمتی برخوردار نباشد همه انسان ها بهرمند هستند همه انسان ها از نعمت ها سرشار می شوند خب شاگرد های عزیز و گرامی سنف هفتم وارد بخش اول درس جدید ما شویم درس امروز ما در حوزه چیز و سان در حوزه علم نگارش است میخوایم در حوزه علم نگارش یک مقدار بیشتری براتون امروز در واقع براتون معلومات بدیم بخش اول ما در مورد روح نویسی است یکی از ویژگی های نگارش یکی از انواع و قالب های نگارش یه دوستان است خب هدفی دست چیست که ایجاد علاقمندی به روح نویسی کند خب برای اینکه که وارد بسیاری اتدا باید روح را برایتان تعریف کنیم ببینیم که روح چیست میگویند که رقعه به معنای نامه یا یک نوشته کوتاه است. چه دوستان پس رقعه یک نامه یا نوشته کوتاه را میگویند. هر زمان شما یک نامه ای بنویسید که این نامه از نظر تعداد کلمات از نظر اندازه کوتاه مختصر مفید باشد او را میگویند رقعه در مقابل کلمه روقدوسا ما کلمه تومار داریم در زمان گذشته یک نامه بلند یک نامه بسیار طولانی می تحت عنوان تومار حالی در واقع به خاطر که انسان ها نیاز کمتری دارد که مطالب طولانی را بخوانند حوصله ندارد در واقع ضرورت ندارد میان وارد رقع نویسی بشن یک نوشته کاملا مختصر مفید جامع و کامل را برای مخاطب خود میده که تحت عنوان رقع است خب حالی نگاه کنیم اگر رقعه را به لحاظ واژه به لحاظ لغت بررسی کنیم نگاه میکنیم رقعه در لغت به چه معناست میگویم سه معنا دارد معنای اولش ایست که وصله ای که به لباس میدوزن پس معنای اول رقعه چی میشه دوستان یعنی او وسله ای که شما برای لباس خود میزنید او را تحت عنوان رخم میگفتند یا گیاهی که شکستگیش را جوش بدهد هر زمانی که یک گیاهی وجود داشت دوستان نگاه کنید یک گیاه دارین که او گیاه شکست است آلی او شکستگی را شما جوش میدهید نیز در لقت ها در معنای سلاحی نه در لغت به معنای چیز به معنای رخ است و معنایی که به امروزه خیلی نزدیکتر رو دوستان معنای امروزی کلمه رخ قطعه کاغذی که بر روی او می این معنا معنایی است که در واقع امروز کاربردش در حوزه نگارش بیشتر به درد ما میخورد. خب حالا میگوییم که رقعه خب گفتیم رقعه در لغت به معنای نامه کوتاه است نامه کوتاهی که شما منویسید حالا نخوا... میخوایم نگاه کنیم که اهمیت و ضرورت رقعه برای مردم چیست چرا ما باید رقعه نویسی را یاد بگیریم چه ضرورتی دارد و در کجاها کاربرد دارد خب ما در این اسلاید ای دو سال سه ضرورت را برای شما ذکر میکنیم ضرورت اول با خبر ساختن مکتب از احوال خود در هنگام ضرورت یا مریضی هر زمانی که شما مریض شدید هر زمانی که یک کار ضروری برای شما پیش آمد و نتانستید که وارد مدرسه شوید وارد مکتب شوید سر سن حاضر شوید خب نیاز است که مدیر خود معلم خود سرمعلم خود را از وضعیت حال خود از وضعیت نیامدن خود به مکتب مطلع سازید حال برای مطلع ساختن نیاز است که شما یک رقعه بنویسید یک نامه کوتاه بنویسید در مدیر خود در معلم خود و او را از احوال خیش آگاه کنید دوم تقویت مهارت نویسندگی است که در حوزه نامه نگاری است به طور کلی دوستان ما دو نوع نامه داریم یک نامه عاطفی و خانوادگی است و یک نامه رسمی و اداری است نامه های عاطفی نامه های خانوادگی نامه هایی هستن که وقتی شما منویسید مخاطب او در واقع نزدیکان شما است پدرتان مادرتان پدرکلان مادرکلان خواهر برادر کاکا خاله میتواند انواع فامیل های شما در حوزه نامه های خانوادگی جای بگیرد وقتی نامه را منویسید از نظر تعداد سطر از نظر تعداد کلمات از نظر تعداد واژه این نامه می تواند طولانی باشد نامه ای که سراسر عاطف است سراسر احوال پرسی سراسر در واقع چه دوستان میبینی که احساسات شما در داخل نامه غلیان میکند و از حال احوال خود میگوید و از حال احوال طرف مقابل جویا میشود این نامه از نظر میگیم از نظر دوستان بسیار بلند است در حالی که در نامه های رسمی در نامه های اداری گونه نیست نامه بسیار کوتاه مفید مختصر است روغ هم در حوزه قالب دوستان میتواند در حوزه نامه های اداری جای بگیره چرا چون طرف مقابل شما کسی نیست که شما بخواید عواطف احساسات خود را با او شریک سازید بلکه میخواهید در واقع یک درخواستی را یک ضرورتی را یک اهمیت را برای مقابل بیان کنید و علت نیامدن خود را در اون نامه دوستان خاطر نشان کنید خب این باعث میشه چی چیکار کنید این باعث میشه که مهارت نویسندگی شما تقویت شود چرا چون میگوید اگر میخواهید یک نویسنده خوب اگر میخواهید یک معلف خوب شوید باید بارها بارها و بارها بنویسید نحوه نوشتن شما شکل نوشتن شما زمانی به دست شما میآید که چی؟ نوشتن شما بارها تکرار شده باشد و این تقویت به حاصل نمیآید این تقویت حاصل نمی گردد، مگر که شما چیکار کنید دوستان بنویسید بنویسید و بنویسید و ضرورت آخر دوستان تقویت مهارت املا نویسی و شکل صحیح کلمات است یکی از راه که شما میتونید در حوزه املا نویسی دوستان تقویت کنید خود را کلمات به شکل صحیح به شکل درست او بنویسید است که از روقع نویسی کمک بگیرید وقتی شما روخه می نویسید نامه کوتاه می نویسید و به طور کلی دوستان می نگارش می کنید و می این نگارش و نوشتن باعث تقویت شما می شود چگونه چون بسیاری از علما بر این نظر هستند که یک بار نوشتن دوستان این جمله رو دقت کنید یک بار نوشتن معادل ده بار خواندن اثر دارد جمله بسیار مهم است که اگر میخواهید یک چیزی رو خوب و عمیق و دقیق یاد بگیرید لازمش است که او را بنویسید نه که بخوانید و حفظ،, حفظ کنید حفظ کردن خوب است حفظ کردن بجاست ولی اگر میخواهید که این نوشته شما این مطلب شما بارها و سالهای متمادی در ذهن شما جای بگیرد لازمش است که فقط بنویسید و بنویسید و بنویسید خب دوستان در این اسلاید برای شما یک نمونه از روخه آوردیم گفتیم رقعه را توضیح دادیم ضرورتش را بیان کردیم حالی میرسیم در که یک رقعه ای که می‌خوایم بنویسیم باید یک شکلی از او داشته باشیم یک نمونه از این روخه را دیده باشیم که بر مبنای او رقعه خود را بنویسیم خب گفتیم که اولا رقعه در حوزه چی دوستان در حوزه نامه های اداریه گفتیم نامه های خانوادگی نیست نامه اداری است که شما می‌خواید در واقع یک ضرورت را بیان کنید حالی شکلش را نگاه کنید دوستان دی اسلاید خب اول ما میبینید که یک عنوان دارد عنوان شخصی که برای او روخه را نوشته اید برای که نوشته در این اسلاید دوستان میگوییم به مدیریت محترم لیسه استقلال خب پس نشان میدهد که این رخ برای یک مکتب نوشته شده برای یک مکتب نوشته شده خب عنوانش برای شخصی است که در واقع رخ را نوشته اید بکی نوشید به مدیریت محترم لیسه استقلال پس عنوان شما سوستان. خب حالی من وارد متن بشه وارد متن که بشه توضیح بده ایم. من احمد فرزند محمود متعلم سنف هفتم الف نگاه کنید دوستان این توضیح خود است که خود را معرفی میکنید سنفت رو معرفی میکنید خب حالا علت نیامدن رو میخواید بگویید و علت مریضی نمیتوانم امروز نگاه کنید دوستان علتش چه علتش به خاطر مریضیه به خاطر بیماری نمیتوانم امروز که تاریخ چندم دوستان تاریخ 14 سرطانه به مکتب بیایم علت نیامدن به مکتب چیست به خاطر مریضی به خاطر بماری در چی تاریخی در چی مبرخهی در چه زمانی در چهارده سرطان خب امید است امید است عذر بنده را بپذیرید خب نگاه کنید دوستان در این مساعدت خود را بیان میکنید که امید است که عذر بنده را بخشیش بنده را پذیرا باشید خب بعدش میگید چی دوستان با احترام تشکری میکنید در انتهای نامه اداری در انتهای روقع خود و دوستان میتوانید در انتهای نامه خود یک امضا هم داشته باشید که نامه خود را رسمیت ببخشید که این نامه از سمت شماست و با امضای شما حاصل شده خب شاگردای عزیز وارد بخش دوم شویم بخش دوم ما در حوزه قواعد دستوری است خب در حوزه قواعد دستوری چه بیان میکنیم دوستان میگوییم که در درس های قبل با اسم عام و اسم خاص آشنا شدیم نگاه کنید دوستان در درس های قبل با دو اسم آشنا شدیم گفتیم که اسم به طور کلی دوستان دو نوع است یا اسم عام داریم و یا هم اسم خاص داریم اسمهای عام به او اسمهایی گفته می شود که بر افراد بسیار زیاد یا بر اشجای بسیار زیاد یا بر چیزهای بسیار زیاد دلالت میکند به طور مثال مانند چی؟ مانند شهر مانند میوه مانند انسان نگاه کنید دوستان وقتی ما کلمه شهر کلمه میوه و واژه انسان را به کار میبریم این دلالت بر تعداد بسیار بالای از خود این گروه از خود این مجموعه می کند وقتی ما انسان می گوییم دوستان نگاه کنید، می گوییم نادیه می گوییم شمسیه می گوییم احمد می گوییم محمود نگاه کنید این افراد در زمره انسان ها در دسته انسان ها جای میگیرند. یا برعکس وقتی که وارد حوزه شار می شیم، وقتی می گوییم که بامیان خندهار کابل مزار فیض آباد نگاه کنید دوستان وقتی این کلمات را این شارا را به کار میبریم این ای کلمات ای اسامی اشاره همه در مقوله شهر قرار موقعیت دارد پس وقتی ما اسم عام را میگوییم دوستان اسم عام یک اسمی است که دلالت بر تعداد زیادی از شهرها میوه مو... انسان ها و چیزهای دیگر بکند پس این بشه در حوزه تعریف چی دوستان؟ در حوزه تعریف اسم آم خب در مقابل اسم خاص هم داریم میگوییم که اسم خاص اسمی است که دلالت بر یک شیء خاص یا دلالت بر یک چیز خاص میکند به طور مثال وقتی میگوییم سعدی ما در دنیا چند سعدی داریم وقتی که ما کلمه سعدی را شاگرد ازید شاگرد محترم وقتی کلمه سعدی را به کار میبریم مد نظر ما مخاطب ما فقط یک شخص است یک شاعر نامی که نویسنده کتاب گلستان و بوستان سعدی است و در قرن هفتم زندگی میکرده این میشود در واقع چی؟ این اسم خاصی که ما میگوییم تحت سعدی وقتی ما اسم یک شار خاص اسم یک ولایت خاص را به میریم باز هم از این دست است وقتی میگویم بامیان در دنیا چند تا بامیان موجود است؟ در دنیا فقط یک بامیان داریم یک بامیان که در کشور عزیزمان افغانستان قرار موقعیت دارد وقتی میگوییم که کعبه مقدس چند کعبه وجود دارد چند خانه خدا وجود دارد یک خانه وجود دارد که در کشور عربستان سعودی است این هم میشود یک اسم خاص پس اسم های خاص اسم هایی هستند که دوستان دلالت بر یک چیز خاص یا دلالت بر یک شیء خاص میکنند خب در ادامه دوستان اگر بخوایم برای شما توضیحات کامل را بدهیم و در واقع بخوایم بیشتر با این مفاهیم چون مرور ما در واقع در این درس دوستان دو اسم بود اسم عام و اسم خاص یک کار خانگی برای میگوییم و این کار خانگی را برای ما دوستان حل میکنید و روان سازید تا ببینیم که ما چیزهایی که در این مکتب در این سنف در این مضمون برای شما میگویم شما چقدر با او آشنایت پیدا کردید چقدر در واقع از این مطالب استفاده کردید اسم عام و اسم خاص را در جمله ها و عبارت های زیر مشخص کنید خب عبارت ها چیه؟ من فرزانه فرزند محمود بله الا ماشاءالله خب به مدیر محترم لیسه رابعه بلخی من متعلم سنف هفتم نمیتوانم در مکتب حاضر شوم نگاه کنید دوستان ما اعضای یک رقعه را جدا کردیم تفکیک کردیم برای شما در اینجا آوردیم و حال او کلماتی که دوستان برای شما بزرگ کردیم بولد کردیم زیرش را خط کشیدیم مشخص کردیم که بگوید این کلمه اسم عام است یا اسم خاص خب شاگردای عزیز شاگردای محترم در پایان جلسه دوازده هم رسیدیم مانده نباشید خسته نباشید راه ارتباطی ما کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید دو سیف 964 780 255 چهیل سیزه هر گونه ارائه نظر پیشنهاد انتقاد داشتید روان سازید و ما را خوشحال کنید تا دیدارگر همه شما عزیزان را به الله پاک می سفارم خداوندیار و نگهدارتان